جان بیور نزدیک شوید زندگی سمیمانه با خدا وصل هفتم چه چیزهایی مانع سمیمیت می شوند؟ فرد فریب خورده راضی به معرفتی از خدا می شود که در اصل فاقد آن می باشد ترس خداوند بنیان نزدیکی با خداست این موضوع در آغاز کتاب امثال به خوبی شرح داده شده است در امثال یک هفت میخوانیم ترس خداوند سر آغاز یا بنیان دانش است چه نوع دانشی؟ نویسنده بعد از چند آیه میگوید پسرم اگر سخنان مرا بپذیری و احکام مرا نزد خود بیندوزی اگر گوش خود به حکمت بسپاری و دل خیش به فهم مایل گردانی اگر بصیرت را فراخانی و فهم را به بانگ بلند ندا کنی اگر همچون نقره در پیش باشی و همچون گنج پنهان جستجویش کنی آنگاه ترس خداوند را درک خواهی کرد و به شناخت خدا دست خواهی یافت امثال دو یک تا پنج کلمه شناخت در لغتنامه به این شکل تعریف شده شناختن فرد به واسطه ایجاد رابطه با او لغتنامه واینز حکمت را به این شکل تعریف می کند کسب شناختی تجربی از او یعنی خدا سپس در ادامه میگوید گوید یقینا شناخت خدا موازی با ترس از اوست شما در آیات دیگر می بینید که ترس از خداوند به معنای ارزش قائل شدن برای فرامین اوست ارزش قائل شدن برای فرامین او یعنی گوش خود را به کلام او بسپاریم و آماده اطاعت از او باشیم فرقی نمی کند که شرایط چه باشد نقطه متضاد همدمی و صمیمیت با خدا انتظار کسانی را می کشد که فاقد این ترس مقدس هستند چرا که یعقوب می گوید خود را فریب می دهیم یعقوب یک وقتی که اراده او را می دانیم ولی از انجام آن خودداری می کنیم. فریب ترسناک است چرا که فریب خورده باور دارد که درست میگوید اما در اصل چنین نیست فرد فریب خورده راضی به معرفتی از خدا می شود که در اصل فاقد آن می باشد تصویری منحرف از خداوند بدون ترس خداوند حقیقتا او را نمی شناسیم تصویری غلط شکل و گسترش می‌یابد و در جان ما یا تصورمان غالب می‌آید گرچه رابطه با او را اعتراف می کنیم و او را به زبان خود حرمت می‌نهیم اما دل ما به او نزدیک نیست و زندگی ما با خواسته های او همسو نیستند همانطور که در فصول قبل گفته شد موسا آنها را آورد تا پای کوه سینا با خدا ملاقات کنند اما پس قوم از دور ایستادند و موسا به تاریکی قلیز که خدا در آن بود نزدیک شد خروج بیست بیست و یک. چقدر باعث ناراحتی است که نتوانستند به حضور پرجلال او نزدیک شوند اگر اطاعت می کردند، ممکن بود چه اتفاقی بیفتد آنها فرصت شنیدن کلام او با صدای خودش را داشتند با این حال همانطور که قبلا گفتیم قادر به روبرو شدن با حضورش نبوده و از این رو نتوانستند فرامین او را نگه دارند و 5:29 خدا که معیوس شده بود واسطه‌ای بین خود و مردم قرار داد او خطاب به موسی میگوید هارون را با خود بالا بیاور خروج 19 24 خدا موسا و هارون را واسطین خود خواند آنها کلام خدا را به جای قوم میشنیدند و به آنها انتقال میدادند و حرف قوم را به حضور او میآوردند این همدمی اصلی این نبود که خدا برنامه آن را داشت با این وجود وقتی به خواندن کتاب خروج ادامه می دهیم می فهمیم که موسا بر و هارون در اردوگاه بود به نظر می رسد که داشت بالا می رفت ولی نهایتا کارش به میان قوم ختم شد چرا؟ او در میان قوم احساس راحت تری داشت تا در حضور خدا او ترس خداوند را نداشت هارون از انسان بیش از خدا می ترسید و از این رو به آنها خدمت می کرد نهایتا هم آنچه مردم می خواستند را به آنها داد همانطور که در ادامه می بینیم کار او آنچنان طول نکشید موسا تقریبا چهل روز سر کوه است و چنین می خانیم. چون قوم دیدند فرود آمدن موسا از کوه به درازا کشید گرد هارون جمع شده گفتند بیا برای ما خدایان بساز تا پیش روی ما بروند زیرا نمیدانیم بر سر این مرد موسا که ما را از سرزمین مصر بیرون آورد چه آمده است خروج سی و دو یک و دو هارون عطای رهبری داشت که از سطوح و ویژگی های گوناگونی برخوردار بود یکی از خصلت های او جذب آسان مردم بود رهبری عطامند مردم را جذب می کند فرقی نمی کند دیندار باشد یا نه این امر نشان می دهد که چگونه می توانید کلیسایی با هزاران عضو ولی فقدان حضور خدا داشته باشید کلیسایی که در آن خواسته های خدا به درستی بیان نمی شود بسیار پیش می آید رهبری که ترس خداوند را ندارد از عطایای خدادادی خود استفاده می کند تا امیال مردم را به انجام رساند نخواسته خدا را مردم با اصرار به هارون گفتند برای ما خدایان بساز تا پیش روی ما بروند زیرا نمیدانیم بر سر این مرد موسا چه آمده است دقت کنید که نمیگوید چون خدا که نمیدانیم او را چه شده است خدا را رد نکردند بلکه از موسا ایراد گرفتند خدا یا خداوند طبق مطالعاتم در متن اصلی اگر مترجم ها به آنچه واقعا در اینجا گفته شده بود اشاره می کردند شگفت زده می شدم آنها از کلمه خدایان استفاده کرده اند حالا که کلمه ابری به جای خدایان الوهیم است این کلمه در عهد عتیق 2606 بار به کار گرفته شده است که 2350 بار از آن یعنی بیش از 90 درصد به خدای قادر مطلق که ما او را خدمت می کنیم اشاره دارد تنها در باب اول پیدایش سی و دو بار به کار می رود که هر بار به خداوند اشاره دارد برای نمونه در آیه اول کتاب مقدس چنین می خانیم. در ابتدا خدا یا الوهیم آسمانها و زمین را آفرید پیدایش یک یک الوهیم در این قسمت خدا ترجمه شده است این کلمه در عهد عتیق تقریبا دویست و پنجاه بار جهت اشاره به خدایان دروغین به کار رفته است از این رو همیشه هنگام روبرو شدن با این کلمه باید بافت یا مضمون را هم مد نظر داشته باشیم تا مفهوم صحیح را درک کنیم هارون به مردم چنین گفت گوشواره های طلا را که در گوش زنان و پسران و دختران است به در آورده نزد من آورید خروج سی و دو دو مردم هم همین کار را کردند و هارون آن را از دست ایشان گرفته با قلم شکل داد و به صورت گوساله ای ریخته شده درآورد. وقتی این گوساله را با ابزار خود شکل داد مردم گفتند ای اسرائیل اینها هستند خدایان تو که تو را از سرزمین مصر بیرون آوردند خروج سی و دو چهار کلمه ابری برای خدایان الوهیم است مردم میگوید این الوهیم توست ای اسرائیل که تو را از سرزمین مصر بیرون آورد می بینید که چه شد؟ به خواندن ادامه دهیم تا از حرف مردم مطمئن شویم هارون چون این را دید مذبحی در برابر آن گوساله بنا کرد و اعلام نمود فردا جشنی برای خداوند خواهد بود خروج سی و کلمه ابری که در این آیه به خداوند ترجمه شده یهوه است یهوه مقدسترین کلمه در عهد عتیق است نام خاص خدای یگانه و حقیقی است در عهد عتیق هرگز برای توصیف یا نامیدن خدای دروغین به کار نرفته است این کلمه آنقدر مقدس بود که کاتبان حتی آن را نمی نوشتند حروف صدادار را حذف می کردند و تنها حروف بی صدا را می نوشتند کاتبان یهودی آن را چهار حرفی مقدس می خوندند. چهار حرفی که بیانش جایز نیست نامی غیر قابل بیان بود نامی مقدس که در زندگی یک اسرائیلی به هیچ وجه بی حرمت نمی شد. پس هارون و فرزندان اسرائیل گوساله ای ساختند و به آن اشاره کرده گفتند اینک یهوه خدای یگانه اسرائیل که ما را از سرزمین مصر بیرون آورد نگفتند اینک بعل آن که ما را از مصر بیرون آورد و همچنین رهایی خود از مصر را به حساب خدایی دروغین نگذاشتند آنها این گوساله را به نام خداوند خواندند پرستشی که به عیاشی می انجامد آنها آشکارا خدا را انکار نمی کردند بلکه جلال او را هم سطح این گوساله ساخته شده قرار دادند آنها در شناخت خود از خدا فریب خورده بودند ولی همچنان یهوه را نجات دهنده و رهاننده خود از مصر می دانستند منکر قدرت شفا بخش او نبودند ولی تنها چهره او را تغییر دادند در ادامه چنین آمده است پس قوم سهرگاهان برخواستند و قربانی های تمام سوز و قربانی های رفاقت تقدیم کردند سپس به خوردن و نوشیدن نشستند و به جهت لحب و لعب به پا خواستند خروج سی و دو شش دقت کنید که آنها قربانی ها آوردند چرا؟ برای حرمت نهادن آن گوساله که مدعی خدمت به آن بودند همان به اصطلاح یهوه ولی پس از گذراندن قربانی ها یا پرستش پی خواسته های نفسانی خود را گرفتند در ترجمه دیگر از کتاب مقدس میگوید گوید برخواسته مشغول به عیاشی شدند امروزه نیز این اتفاق می افتد؟ آیا کسانی هستند که با فیض نجات بخش او از دنیا آزاد شده ولی ترس مقدسش را در دل ندارند و نام ایسا را بر خود ساخته و پرداختند می گذارند؟ در همین حین تجربه تولد تازه آنها پیش رونده است و او را به عنوان خداوند میپذیرند و بر او از آن دارند کلیسا هم میروند و سرود رهایی و آزادی میخوانند پیغام کلام را هم میشنوند و هدایا هم میدهند ولی با خروج از کلیسا در کسب و کار خود دروغ از زبانشان نمیافتد و شهادت هم میدهند که خدا چطور کسب و کارشان را برکت داده است احتمالا درباره شبان خود و دیگران شایع پراکنی می کنند و این طور توجیه می کنند خب حقیقت است همه هم می دانند مرتکب زنا یا هرزگی دیگر می شوند و بعد خود را از همه تبرعه می کنند با این بهانه که ایسا نجاتشان داده است در جسم زیست می کنند و نیازهایی از این دست دارند حرف در این مورد برای گفتن بسیار است از چنین افرادی بپرسید که آیا عیسی را میشناسند با تاکید و اطمینان جواب میدهند بله به نظر فریب خورده اند آیا به کسی ایمان دارند که به دست راست خدای متعال جلوس کرده یا به ایسایی که به شباهت آنها سرشته شده و آنچه بخواهند را به آنها بدهد از همه مهمتر آیا ما خود را از این زمره می دانیم؟ خواهید دید که وقتی مردم ترس خداوند را ندارند شاید او را صدا کرده ولی جذب خواسته های نفسانی خود شوند در نفس و جسم با خدا دشمنی دارند چون تحت اراده خدا نیستند رجوع کنید به رومیان 8 5 تا 7 آنها نسبت به خواسته او ناموتی هستند گرچه نام او را میخوانند مدعی شناخت او هستند و باور دارند که رفتارشان مورد تأیید است نبود اطاعت از دلی نشأت میگیرد که ترس مقدس ندارد ریشه نااطاعتی و عدم ارتباط در فریب شناختن عیسی مستور گشته است هیچ چیزی مخفی نیست این را در سراسر کتاب مقدس میبینید پس از سقوط آدم چیزی نگذشت که این را در پسر خود او دیدیم وقتی والدین قائن در باغ گناه کردند از روی نادانی خود را با برگ درخت انجیر یعنی سمر زمین پوشاندند. خدا به آنها اراده خود را نشان داد که تقدیم کردن حیوانی بود او آنها را با لباسی از پوست حیوانات پوشاند که باور دارم پوست بره است به نظر نمی رسد که قائن نادان بوده باشد او از والدین خود یاد گرفته بود که پذیرش خون قربانی از اهمیت برخوردار بود نه محصول زمین با این حال چنین می خانیم. پس از چندی قائن هدیه از محصول زمین برای خداوند آورد پیدایش چهار سه او آشکارا تلاش می کرد که خدا را خدمت کند چون نمیگوید که او برای خدای دروغین قربانی آورده است او بسیار تلاش کرد که قربانی خود را نزد خدا بیاورد ولی آشکارا گرفتار ناعتاعتی شده بود ریشه ناعتاعتی او در چه بود؟ چیزی جز فقدان ترس از خدا نبود واضح است که وقتی خدا پرسید که برادر کشته شده اش کجاست پاسخی سرکشانه داد نمیدانم مگر من نگهبان برادرم هستم پیدایش چهار نو مجددا شاهد هستید اسرائیل و گوساله در نبود ترس خداوند صورت خدا و متعاقبا طریقهای خدمت کردن به او را تغییر و تقلیل دادند قائن که فریب خورده بود فکر می کند می تواند چیزی را از خدا مخفی کند همانطور که از انسان می توان مخفی کرد صورت و چهره خدا در نظر قائن تا به حد انسان تقلیل یافت پولس آشکارا به ما هشدار می دهد که در روزهای آخر این الگو را خواهیم دید زیرا هرچند خدا را شناختند اما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند و جلال خدای غیرفانی را با تمثال شبیه انسان فانی و پرندگان و حیوانات و خزندگان معاوزه کردند رومیان یک بیست تا بیست سه مانند قائن فقدان ترس خدا آنها را فریب می دهد و باور دارند که خدا متوجه طریقهای متناقض آنها نمی شود جواب قائن نشان از این است که فراموش کرده بود که چیزی از چشمان خدا مخفی نمیماند. خدا انسان نیست او همه چیز را میبیند و میشناسد. با از دست دادن ترس خداوند روحانیت فرد کاهش میابد چرا که حتی گناهکار گستاخ هم می داند که خدا از سرکشی او باخبر است کسانی که خدا را میشناسند ولی از ترس مقدسش دورند به این شکل خود را تسلی می دهند خداوند نمی بیند حزقیال نو, نو یا اگر می بیند حتما نمیفهمد. حتی رهبران نیز مستثنا نیستند خدا می گوید ای پسر انسان آیا می بینی مشایخ خاندان چه می کنند؟ زیرا میگویند، خداوند ما را نمی بیند خداوند این سرزمین را ترک گفته است هشت دوازده. سخن عیسی را درباره ترس خدا فراموش کرده ایم او به ما چنین می گوید هیچ چیز پنهان نیست که آشکار نشود و هیچ چیز پوشیده نیست که عیان نگردد لوقا دو با این حال هنگامی که ترس خدا را از کف می دهیم او را تا حد خود پایین آورده و بی اختیار فکر می کنیم که می توانیم چیزهایی را از او مخفی کنیم اگر از چنین افرادی درباره حضور فراگیر کامل خدا بپرسیم بیدرنگ و با اختدار تأیید می کنند که حضور او چنین است اما در عمق وجودشان از عظمت او آگاهی ندارند چون اگر داشتند سعی نمیکردند که چیزی را مخفی کنند آنها موضوعات را از دینداران پنهان می کنند و اغلب هم موفق می شوند ولی فراموش می کنند چشمان خداوند همه جاست بر بدان و نیکان دیدبانی می کند امثال پانزده سه آنگاه که در اطاعت نیستید باور دارید که هستید کار اینجا به پایان نمی رسد قدم بعدی فریب به این باور منتهی می شود که شما مطیع هستید در صورتی که چنین نیست این به واسطه یکی از نوادگان داوود به تصویر کشیده شد پادشاهی به اسم اوزیا وقتی که شانزده سالش بود پدرش امسیا درگذشت و اوزیا جای او بر تخت سلطنت نشست اگر در شانزده سالگی پادشاه شوید و زیرک باشید خدا را خواهید جوید اوزیا هم همین کار را کرد او به موفقیت های بزرگی دست یافت سالیان سال از برکت و کامیابی بهره برد سپس در ادامه روایت چنین میخوانیم. بدین ترتیب آوازه وی تا دور دست ها رسید زیرا که اعانتی عظیم میافت تا اینکه بسیار نیرومند شد دوم تواریخ 26 15 هنگامی که اوزیا به قدرت رسید دلش از تکبر لبریز شد غرور و ترس مقدس بر علیه یکدیگرند وقتی دلی از ترس خداوند آری می شود غرور را در خود پرورش می دهد به دقت آنچه رخ داد را بخوانید. اما چون نیرو نیرومند گردید دلش متکبر شده او را به نابودی کشانید زیرا به یهوه خدای خود خیانت فرزیده به معبد خداوند داخل شد تا بر مذبح بخور بخور بسوزاند اما ازریای کاهن با هشتاد تن از کاهنان خداوند که مردانی دلیر بودند از پی وی داخل شدند آنان در برابر عضیای پادشاه ایستاده گفتند ای اوزیا سوزانیدن بخور برای خداوند کار تو نیست بلکه کار کاهنان است که اولاد هارونند و به جهت سوزانیدن بخور تقدیس شده پس از قدس بیرون شو زیرا خطا ورزیده ای و این هیچ عزتی از جانب یهوه خدا برای تو به ارمغان نخواهد آورد و اما اوزیا که بخورسوزی سوزی به جهت سوزاندن بخور در دست داشت سخت به خشم آمد و چون بر کاهنان خشم گرفت به حضور کاهنان در خانه خداوند نزد مذبه بخور جزام بر پیشانیش پدید آمد دوم تواریخ 26 16 تا 19 اینجا باید چنین بپرسیم وقتی دل اوزیا متکبر شد آیا روحانی تر شد یا نه اگر این سوال را از شنوندگان بپرسیم اغلب میگویند او از نظر روحانی ضعیف شد اما چنین نیست چون او برای پرستش به معبد میرفت حقیقت این است که او در اعمال خود بیشتر روحانی یا مذهبی شده بود اکثرا می بینید که رفتار روحانی افراطی و غرور تو هم با یکدیگر پیشروی می کنند و یکی دیگری را می پوشاند غرور شخص را از اینکه بپذیرد مذهبی است باز می دارد و مذهب تکبر را با حالتهای گوناگون روحانی می پوشاند. همه و همه به خاطر نداشتن ترس خداوند و فروتنی حقیقی است دقت کنید که اوزیا هنگام روبرو شدن با حقیقت عصبانی شد قائن هم دقیقا همین طور شد کلام خدا چنین میگوید ولی قائن و هدیه اش را منظور نداشت پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت پیدایش چهار پنج قائن از خدا خشمناک شد وقتی شخصی را که در نائتاعتی زندگی می کند با حقیقت در مورد نداشتن ترس خداوند روبرو می کنید خشمگین می شود چرا؟ چون واقعا عملکرد خود را درست می داند. آنها فریب خورده اند و فریب خورده هم کسی است که فکر می کند عملکردش درست است در حالی که اشتباه می کند. اگر اوزیا عملکرد خود را درست نمیدانست پس چرا باید از دست کاهنان خشمگین میشد او برای پرستش وارد معبد شد ولی مثل پسران هارون از حرمت نهادن به قوانین خدا قفلت ورزیده بود او در اطاعت خود ناهماهنگ عمل کرد هرچند جویای نزدیکی و صمیمیت با خدا بود و با این خودش را دلداری میداد اما در واقع از کسی که قصد پرستشش را داشت دور شده بود آیا این موضوع به اینکه چرا بسیاری در کلیسا به صمیمیت با خدا اعتراف می کنند ولی با امیال او همسو نیستند پاسخی مناسب می دهد؟ بدون درک اصولی که در مورد آنها بحث کردیم مردم آنچه خدا بر آنها مکشوف کرده را با شما در میان میگذارند مکاشفاتی که با حقایق کلام خدا در تضاد است چگونه می توانند از جلسه دعا بیرون بیایند و زبان به انتقاد از رهبران باز کنند کسانی که خدا به آنها گفته باید حرمت گذارند اگر به دنبال تکرار آیات کلام باشید خشمگین می شوند فکر می کنند که مخالف و غیر روحانی هستید در صورتی که آنها پا در مسیر مخالفت و زدیت با کلام اند. به عنوان رهبر فرصت هم صحبت شدن با کسانی را داشتم که مکاشفات خود از خدا را با من در میان گذاشتهاند ولی از حرفهایشان به شدت به هم ریختم اگرچه مطمئنند آنچه شنیدند از خداست آنقدر که هر آیه از کلام را رد می کنند تنها این کار را با من نمی کنند این کار را با هر کس می کنند که قصد کمک دارد آیات دیگر را از مضمون خارج می کنند تا حرف خود را توجیه کنند و پذیرای بحثی دیگر نیستند بعدا هم از من دوری می کنند و خود را از هر کس که سعی به کمک به آنها دارد دور می کنند ما از نظر آنها دیگر روحانی نیستیم با گذشت زمان سمر روش های آنها متضاد با اراده خدا نتیجه می دهد یا آنچه منتظرش بودند اتفاق نمی افتد. آیا صدای تخیلات خود را شنیدند و در این میان از عیسی خبری نیست؟ آیا هنگام طلبیدن سمیمیت و نزدیکی با خدا فریب خوردند؟ نزدیک شدن به خدا با دلی پرست. برای دور ماندن از این فریب هولناک راهی داریم و آن راه در ترس خداوند شکل می گیرد. هنگامی که از خدا می ترسیم با دلی بی طرف نزد او می رویم و آماده شنیدن کلام تعلیم دهنده و اصلاح کننده اویم به فهم و خواستهای خود اتکار نمی کنیم بلکه با اشتیاق خواهان اراده او می شویم نزدیک شدن به خداوند با اصرار بر خواسته هایی که مطابق اراده او نیست، اراده ای که بر ما مکشوف ساخته، می تواند نابخردانه و ابلهان ترین کار باشد و همین می تواند ما را وارد وادی دیگری از فریب سازد، فریبی که ما را به خود می آورد. این وادی پرفریب زمانی شکل می گیرد که خدا خواسته ما را برآورده می کند یا اجازه می دهد که به آن برسیم آنگاه کلام خداوند بر من نازل شده گفت ای پسر انسان این مردان بودهای بی ارزششان را در دل خود جای داده و سنگ لغزش گناه خیش را در برابر خود نهاده اند. پس آیا حال از من مشورت به طلبند؟ چهارده دو تا خدا محسوم شد که قومش با بدها این نهان در دل خود به حضور او آمدند تا هدایت مشورت و حکمت او را بطلبند مشخص نیست که آیا کاملا از آن آگاه بودند یا نه ولی به نظر می رسید که حقیقت از دیدگان آنها پنهان مانده بود این بدها سبب شدند که به گناه لغزش بخورند کلمه ابری که اینجا به گناه ترجمه شده آون است و به معنای خطاست عمدن یا غیر عمد بر ضد اراده خداست دقت کنید که خدا نگفت آنها در حیات سالن یا اتاق خوابهای خانه بت برپا کردند این بت پرستی در دلهای آنان بود یادتان باشد بتپرستی محدود به دعا یا خواندن نام خدایی دیگر نیست همانطور که قبلا گفته شد نوعی از بتپرستی تقلیل دادن خدا به جلوه ای نازلتر نازل تر است آنچه را به ما می دهد که مشتاقانه انتظارش را می کشیم ریشه بودپرستی است عهد جدید هم این را تأیید می کند پس هر آنچه را در وجود شما زمینی است بکشید یعنی بی افتی ناپاکی هوا و هوس امیال زشت و شهوت پرستی را که همان بت پرستی است به سبب همین هاست که غضب خدا بر سرکشان نازل می شود کولسیان 3 5 تا 6 در افسوسیان 5 5 پولس میگوید مرد تمعکار بت پرست است مشخص است که بتپرستی همچون تمعکاری تعریف شده است پس بیایید تمعکاری را تعریف کنیم لغتنامه وبستر این کلمه را چنین تعریف کرده است میل شدید جهت به دست آوردن و تصرف آنچه خوب پنداشته می شود هنگام دعا معنای آن را از خدا پرسیدم و پاسخش این بود تمعکاری اشتیاق به منفعت است این تعریف طمع را به پول دوستی محدود نمی کند بلکه شامل تملک جاه طلبی راحتی لذت قدرت لذت جنسی و غیره نیز می شود طمع یعنی همیشه ناراضی بودن چون با آنچه خدا به ما داده آرامش و راحتی نداریم پس تلاش می کنیم آگاهانه یا ناآگاهانه با اراده و هدایت او در زندگیمان مخالفت می کنیم. به همین دلیل به ما گفته شده زندگی شما بری از پول دوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید زیرا خدا فرموده است تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد ابرانیان سیزده پنج وقتی در اطمینان زندگی می کنیم تو راه حیات را به من خواهی آموخت در حضور تو کمال شادی است و به دست راست تو لذتها ها تا آباد. مزمور 16 11 رضایت خاطر و کامیابی را جدا از حضور یا اراده او برایمان نخواهیم جست طمع تو ام با ناآرامی است و با میلی بیوقفه تقویت می شود این توصیف کننده فرزندان اسرائیل هنگام خروج از مصر است آنها مدام به چیزی چنگ انداختند که فکر میکردند برای آنها بهترین است آن هم حتی وقتی خدا اراده خود را بر آنها آشکار نمود آنها روندی که خدا میخواست به واسطه آن ایشان را برای تصاحب سرزمین وعده آماده کند دوست نداشتند پیوسته از شرایط آب و غذا و جا گله می کردند ترس مقدس را نداشتند و دلهایشان آماده پرورش دادن تمع بود انگامی که خدا خود را آشکار کرد تلاش کردند چنین حقیقتی را مخفی کنند بیشتر مشتاق لذت و گله کردن بودند تا مشتاق خود خدا وقتی خداوند و موسا در یک آن عقب نشینی کردند قوم توانستند تصویری از خدا شکل دهند که تمه آنها را فرو می لشاند. جالب است که طلا در این روایت مرکزیت دارد پول دوستی گواهی بر فقدان رضایتی خداپسندانه نسبت به اراده او بود آنها در مه قلیز فریب فعالیت می کردند جا دارد که به عنوان پانوشتی بر آنچه گفته شد بگویم که طمع ریشه انواع دیگر بودپرستی نیز هست تمام بشریت با میل درونی پرستش خدا آفریده شده ولی ادعی نمیخواهند مطیع آفریننده حقیقی خود شوند پس خدایی دروغین سازند اما چه کسی پشت این خدای دروغین است؟ پاسخ کسی که آن را ساخته یعنی انسان بنابراین انسان خدای دروغینی را می پرستد که نهایتا برآورنده خواسته های اوست باز هم ریشه آن در طمع است خلاصه کلام این که فرقی نمی کند چه حالتی به خود بگیرند تمام بتها منشأ چیزی برای ما هستند آنها جایی را اشغال می کنند که تنها خدا لایق آن است بوت می تواند منشأ شادی، تسلی، آرامی و مهیاگری و غیره باشد خدا می گوید برای خود بوت مسازید و تمثال تراشیده و ستون برپا مکنید و تندیس سنگی در سرزمین خود مگذارید تا به آن سجده کنید زیرا من یهوه خدای شما هستم لاویان 261 ما کسانی هستیم که بت می سازیم بوت هر چیزی است که ما در زندگی آن را نسبت به خدا اولویت می بخشیم. آن چیزی است که دوست داریم می بیش از خداوند به آن توجه نشان دهیم بوت چیزی است که شما قوت خود را از آن میگیرید یا به آن قوت میبخشید ایمانداری جذب بتپرستی می شود که به دل خود اجازه می دهد با نارضایتی برانگیخته گردد و جدا از اراده خدا برای زندگیش به دنبال حس رضایت باشد مجددا همه چیز به طمع ارجا یابد اجابتی مطابق با طمع باز گردیم به سخن خدا به حزقیال او تأسف میخورد که قومش برای مشورت میآیند و در دلهای خود بودها نهان دارند آنها درخواست اجابت خواسته خودخواهانی خود را از سوی خدا داشتند ولی به هیچ وجه جویای اراده او نبودند مثل نوجوانانی که انتظار دارند والدین با خواسته موافقت کنند بدون آنکه حکمت آنها را جویا شوند آنها نمی توانند بفهمند که والدینشان دانا هستند و فقط بهترین ها را برایشان می پاسخ خدا به حزقیال هشداردهنده و ترسناک است او با قاطعیت به حسقیار میگوید که هنگام آمدن قوم نزد او با دلی کار ایشان را خطاب کرده بگو خداوندگار یهوه چنین میفرماید من که خداوندم به او که آمده است فراخور انبوه بودهایش پاسخ خواهم داد حسقیال چارده چهار ترجمه دیگر از این آیه چنین میگوید من خداوند موافق فراوانی بودهایش او را اجابت خواهم نمود و در ترجمه دیگر میخوانیم من که یهوه هستم موافق خواسته های تمکارانش را اجابت خواهم کرد گمراهی مرد خدا این در زندگی بلعام آشکار است او نبی بزرگ یهوه بود نه خدایی دروغین بلکه خدایی بود که ما خدمتش میکنیم خدمت نبوتی او آنقدر نیرومند بود که به گوش پادشاهان رسید یکی از پادشاهان بالاق پادشاه موآب و مدیان بود مردم موآب و مدیان ترسیده بودند چون اسرائیل قدرتمندترین قوم جهان بود و حالا در مقابل سرزمین موآب سفارایی کرده بود مردم نتیجه گیری کردند که اگر مصر به همین راحتی شکست خورد آنها هم دچار همین شرایط خواهند شد ترس در میان مردم پخش شده بود و حتی به کاخ هم رسید شاه نخشه ای داشت او فهمیده بود که این نبی بزرگ هر که را برکت دهد او هم برکت میابد هر که را لعن کند او نیز لعن می شود او مشایخ را با هدایای فراوان نزد بلعام فرستاد و التماس کرد که با آنها نزد او بیاید و در کنار او بیستد و از مکانهای بلند موآب اسرائیل را لعن کند بلعام کنجکاف شده بود امشب را در اینجا بمانید و من چنان که خداوند مرا گوید به شما باز خواهم گفت اعداد 22.8 جواب او مانند بسیاری از ایمانداران امروزی بود با اجازه در این مورد دعا می کنم تا ببینم خدا چه می گوید خداوند سراغ بلعام می آید و می گوید این مردانی که با تو اند کیستند؟ به عبارت دیگر چرا می خواهی در این مورد دعا کنی؟ اینها با من عهدی نبسته اند ولی از تو میخواهند قوم عهد مرا لعنت کنی واقعا جای سوال دارد این قسمت پیامی برای همه ما دارد چیزهایی است که لازم نیست درباره آنها دعا کنیم قبل از پرسیدن باید اراده خدا را بدانیم مثلا اگر پسرهای خود من بیایند و چیزی از من بخواهند که میدانند جواب من به آن نه است رنجیده می شوم چرا میپرسند؟ بعد از اینکه جوابشان را دادم پیش خودم می گویم اینها که میدانستند چه خواهم گفت. ولی به هر جهت میآیند چون حرف من هنوز برای آنها در آن حوزه از زندگیشان قانون است و دست و پاگیر نمایه مسرت برگردیم سراغ بلآم فکر می کنم، پاداش بزرگی به او داده شد و جایگاهی والا بین مردم موآب و مدیان یافت آیا میل بلعام به پول و حرمت چشم او را بر درک و حکمت بست؟ خدا که رحیم است احتمالا فکر کرد بلعام حالا که مسئله را درک نمی کنی یا واقعا آن را نمی خواهی اراده خود را آشکارا با تو در میان می گذارم. پس می گوید همراه ایشان مرو و آن قوم را لعن مکن زیرا مبارکند آیه دوازده حالا مشخص شد اغلب میفهمیم که خدا روشن و سریح حرف میزند و این ما هستیم که آن را مبهم و پیچیده میکنیم بل آم اطاعت کرد و آن سروران را با این جمله راهی کرد به سرزمین خود بروید چون خداوند اجازه نمیدهد با شما بیایم گرچه اطاعت کرد ولی در لحن و انتخاب کلماتش می توانیم تردید و کراهت را حس کنیم به خصوص در کلمه اجازه نمی دهد تصور کنید که دختری نوجوان از طرف مردی جوان که محبوب است اما بدذات به مراسم رقص دعوت شود آن دختر از اینکه پسر محبوب مدرسه یا محله دعوتش کرده زوق زده است و با خوشحالی پیش پدرش می رود که برای رفتن به مراسم رقص اجازه بگیرد. پدر هم با وجود مهربانی و عشقش به دخترش با لطافت درخواستش را رد می کند. دخترش هم دلخور می شود و به آن جوان می گوید نمی توانم بیایم، پدر و مادرم اجازه نمی دهند. ولی در واقع میگوید والدینم میگویند نه اما من میگویم بله والدین هستند که به او اجازه رفتن نمیدهند او میخواهد برود ولی حرف پدر و مادرش او را از آنچه دلش میخواهد محروم میکند متاسفانه اگر دل پدر و مادرش را درک نکند راهی برای پیوستن به آن مرد جوان خواهد یافت و اغلب از پیامدهای وحشتناک هم گریزی نخواهد بود بلعام نبیی بود که به شکلی ناسالم به دنبال پول بود او در طمع میسوخت و در حسرت امور دنیا و همچنین نفوذ اجتماعی بیشتر بود او اطاعت کرد اما با بیمیلی کلام خدا برای او به جای شادی محدودیت آورد چون او را از خواسته واقعیش دور می جذب و منحرف شدن به وسیله امیال سروران موآب و مداین نزد شاه بالاغ برگشتند و گزارش دادند بلعام از آمدن با ما سر باز زد اما چنین امری باعث منصرف شدن شاه نشد او سریعا مردانی را با منصب و احترامی بالاتر و پولی بیشتر به سراغ بلعام فرستاد چرا بالاغ چنین کرد؟ معتقدم که نیروهای شیطانی سبب تحریک او شدند چرا چنین میگویم؟ کتاب مقدس توضیح می دهد هنگامی که کسی وسوسه می شود هوای نفس خود اوست که او را میفریبد و به دام میافکند. افکند یعقوب یک چهارده به دو نکته باید توجه کنید نخست کلمات هوای نفس یا خواسته خود هر میل ما که بر ضد اراده خدا باشد تمعکارانه و بتپرستانه است دوم میخواهم به کلمه میفریبد توجه کنید این بخشی است که دشمن عمل میکند اوست که فریب میدهد توجه کنید ممکن نیست با آنچه نمیخواهید فریب بخورید یا فریفته آن شوید اگر قرار باشد به اعضای کلیسا مواد مخدر تعارف کنید احتمالا اکثر آنها پیشنهادتان را رد می کنند چرا؟ چون میلی به آن ندارند امکان ندارد با آنچه فریفته شوید که نمیخواهید. اما با خواسته هایی که آنها را پای صلیب قرار نداده اید احتمالاً فریفته می‌شوید. ما با اموری که مشتاقشان هستیم فریب می خوریم. یا شاید بهتر است بگویم با آنچه که به شدت به آن مایلیم فریفته می شویم. دشمن میدانست که این نبی پول دوست و اهل جاه و مقام است و به این خاطر پادشاه بیدین را تشویق کرد تا پول و هدایای بیشتری بفرستد. این سروران یا نمایندگان قدرت داشتند که با شنیدن اینکه بله هرچه بگویید میکنم هرچه بالاغ داشت را به بلعام پیشکش کنند چه فرصت عجیبی اینکه همسایه چیزی که دارد را کم یا زیاد به شما تعارف کند یک چیز است و اینکه شاه تمام داراییش را به شما پیشکش کند چیزی دیگر به خصوص اگر نقطه قوت پادشاه نقطه ضعف شما باشد ببینید که بلعام چه پاسخی داد حتی اگر بالاق خانه خیش را پر از نقره و طلا به من بخشد نمی توانم از فرمان یهوه خدایم تجاوز کنم و کمتر یا بیشتر انجام دهم اعداد 22 18. این احتمالا نشان از اطاعت بلعام است دوباره به انتخاب کلمات بلعام توجه کنید نمی توانم باز کلام خداوند او را از آنچه به آن مایل است معن می کند بلعام آنچه را می دانست که اکثر کسانی که به کلیسا می روند از آن مطلعند نمی توانی با آگاهی از کلام خدا نا اطاعتی کنی و همچنان برکت یافته باشی احتمالا از چیزی که نصف اعضای کلیسا از آن آگاهند هم خبر داشت داوری انتظار کسانی را می کشد که با آگاهی ناعتاعتی می کنند با این وجود با اطلاع از این موضوع به دردسر میافتید چون اگر نتوانید به نحوی اراده خدا را به جا آورید به نحوی دنبال راهی می گردید تا در پیرامون اراده خدا باشید سعی خواهید کرد که راهی بیابید تا به اسم اراده خدا به خواسته خود برسید جهت شرح مطلب به آنچه بلعام در ادامه می گوید توجه کنید اکنون تمنا این که شما نیز امشب را در اینجا بمانید و من در خواهم یافت که خداوند دیگر به من چه خواهد گفت اعداد 22 19 شنیدید چه گفت خداوند دیگر به من چه خواهد گفت آیا فکر می کرد که پول فراوان نظر خدا را عوض می کند یا فکر می کرد بار اولی است که خداوند گفت با آنها نرو و خدا به این دلیل می خواست او را منتظر باقی بگذارد تا پیشنهاد بهتری به او شود چرا باید دوباره دعا می کرد متوجهید که هنوز سعی می کرد راهی برای به دست آوردن آنچه می خواهد پیدا کند اشتیاق منطق او را تیره و تار کرد با دختر نوجوانی که به پدرش اصرار می کند تا با پسر محبوب محل بیرون برود فرقی ندارد بلعام لجباز بود و نمی خواست با شادی خواسته خدا را به جا آورد چون بر ضد دل تمع ورز او بود یا شاید بهتر است بگوییم دل بتپرست کلام خدا تأیید می کند کشی یا لجبازی همچون شرارت بتپرستی است اول سموئیل پانزده بیست به پاسخ خدا به بلعام توجه کنید خدا شبانگاه نزد بلعام آمد و به او گفت اگر این مردان برای فراخواندن تو آمده اند برخیز و همراه ایشان برو ولی فقط آنچه را من به تو میگویم گویم عمل آور اعداد 20 آن مردان قرار بود که فردا صبح او را صدا بزنند چون شب را نزدش گذرانده بودند و امید داشتند که همراهشان برود به همین دلیل خدا میگوید اگر این مردان برای فراخاندن تو آمدند برخیز و همراه ایشان برو ولی فقط آنچرا من به تو میگویم به عمل آور شاید در سنجش خود اشتباه کرده باشیم دقت کنید که نمیگوید شیطان آن شب نزد بلعام آمد تا بگوید برخیزد و با آنها برود و همچنین نمیگوید روح فریب بر بلعام آمد و گفت البته قصدم مزاح است ولی با توجه به این شرایط به نظر می رسد که خدا او را برای پول بیشتر نگه داشت چون حالا خداست که می گوید برو به دست آوردن آنچه میخواهیم بلعام پیغام خداوند را برای رفتن دارد او صبح روز بعد بلند می شود تا کاری را بکند که خداوند شب قبل به او گفته بود و بعد از آن ببینید که چه شد پس بلعام بامدادان با برخواسته اولاغ خود را زین کرد و همراه سروران موآب روانه شد اما خشم خدا به سبب رفتن بلعام برافروخته شد اعداد 22 21 تا 22 چه شد صبر کنید یک لحظه طبق آنچه اینجا آمده خدا چون بلعام کاری را کرد که شب گذشته از او خواست خشمگین شد میدانیم که خدا مجنون نیست پس چطور می این موضوع را توجیه کرد؟ پاسخ در کلام خدا به هزقیال یافت می شود به یاد آورید که خدا می گوید وقتی قومش با دل تمعکار نزد او آیند من که خداوندم به او که آمده است فراخور انبوه بودهایش یا امیال تمعکارانش پاسخ خواهم داد این موضوعی است که بسیاری در کلیسا با آن آشنا نیستند یا آن را درک نمی کنند اگر واقعا چیزی را می خواهیم یا اگر همچنان طمع می کنیم آن هم زمانی که خدا خواسته خود را آشکار نموده احتمالا آن را به ما میدهد. در حالی که بر علیه اراده اوست و با وجود آن که می داند که بعدا داوری خواهیم شد شاید تا اینجای کار یکی خورده باشید ولی به وقتی فکر کنید که اسرائیل در طلب شاه بود سموئیل خواسته آنها را نزد خدا آورد و خدا برایشان آشکار کرد که ارادهش بر ضد آنهاست او به سموئیل گفت که شاه بهترین پسران دختران زمینها تاکستانها و عراضی و مالیاتی بالایی از آنها خواهد گرفت سموئیل این سخن را با مردم در میان گذاشت حالا واکنش قوم را بخوانید. اما قوم از شنیدن سخن سموئیل سر باز زدند دقت کنید که کتاب مقدس نمیگوید که آنها از شنیدن صدای خداوند سر باز زدند درست مثل کاری که با موسا کردند آنها باز قاصد را با اصرار بر تصور خود از خداوند رد کردند تا بتوانند آنچه میخواهند را به دست آورند خدا در نهان سموئیل را تسلی داد زیرا آنان تو را رد نکردند بلکه مرا رد کردند تا بر ایشان پادشاهی نکنم اول سموئیل باب هشت خدا هم در جواب شاهی به آنها عطا کرد اولین پادشاه شاول بود همانطور که پیشگویی شده بود پادشاهان بهترین پسران دختران زمینها تاکستانها باغها و عراضی را از آنها گرفتند و همین پادشاهان سبب شدند که گرفتار اسارت بابل شوند پس خدا به آنها آنچه را داد که میخواستند اسرائیل سرگردان در بیابان را در نظر داشته باشید همه بهترین خوراک برای انسان را میخوردند منا ایلیا دو تکه از آن را خورد و چهل شبان روز دوید غذایی تا به این حد پر انرژی بود اما این غذا دل اسرائیل را زد و آنها بهانه گوشت گرفتند آنها از خداوند گوشت خواستند و میخوانیم که خدا میگوید آنچه خواستند به دیشان بده مزمور 106 آیه 5 مجددا میل طمع به آنها داده شد در واقع او با معجزه آنچه خواستند را برای آنها تأمین کرد باد شرقی را در آسمان ها وزانید و به نیروی خیش باد جنوبی را پیش راند همچون قبار بر ایشان گوشت بارانید و به سان ریگ دریا مرغان بالدار را آنها را در میان اردوگاه ایشان فرود آورد و گرداگرد مسکنهای ایشان مزمور و 26 تا 28 آنها خواستند و خدا به طریقی موجز آسا به واسطه قدرت خود به آنها بخشید او آنقدر بلدرچین به آن صحرا راهی کرد که برای قضای سه میلیون نفر کافی بود معجزه عجیب است به خصوص به آن خاطر که صحرا محل زندگی بلدرچین نیست قوم هم نه تفنگ داشت و نه سک چه معجزه بزرگی ببینید بعد چه شد تا توانستند خوردند و سیر شدند زیرا آنچه را در هوسش بودند به دیشان داد اما پیش از آنکه حوسه آنها ارضا شود و در حالی که خوراک هنوز در دهانشان بود خشم خدا بر ایشان مشتعل گردید تنومندترینشان را کشت و جوانان اسرائیل را به زیر افکند مزمور 78, 29 تا 31 خواسته آنها را به معجزه اجابت کرد ولی پیش از آنکه از خوردن دست بکشند داوریش بر آنها نازل شد و مطابق شهوات دلشان به آنها پاسخ داد تصور کنید مردی جوان با دختری آشنا می شود پدر و مادر پسر با آزردگی می گویند پسرم ما نسبت به این موضوع آرامش نداریم از تو می خواهیم رابطه اد با این خانم را تمام کنی شبانش هم چنین تصدیق می کند با والدینت موافقم موقع دعا در این مورد آرامش نداشتم واقعا نباید به این رابطه ادامه دهی اما آن پسر در واکنش به این حرف ها چنین جواب می دهد خودم هم خیلی دعا کردم و خدا به من گفت که می توانم با او ازدواج کنم با هم ازدواج می کنند و بعدا از خود میپرسد که چرا این همه مشکلات اساسی دارند یا تصور کنید که مردی به همسرش میگوید که برای سمت شغلی خاص دعا کند همسرش هم جواب میدهد من دلم شور میزند اگر به این پست برسی مجبوری در سال دویست روز سفر کنی دیگر نمی توانی به کلیسا بروی شاید ماهی یک یا دو بار و به این شکل پیغام هایی که خدا در دل شبانمان میگذارد را نمی شنوی و از پرستش و خدمت شدن محروم میشوی. شبان هم همین نگرانی ها را با او در میان میگذارد ولی آن مرد مصمم است و همچنان دعا و طلب می کند تا به آن پست برسد یک سال بعد از آن او از اینکه در اتاق هتلی با زنی غریبه در گناه افتاده و از خانواده اش قافل شده تعجب می کند روایتی بی پایان است آنچه باید متوجهش باشیم این است که وقتی نسبت به آنچه که مخالف اراده خداست طمع ورزیم خدا اغلب آن را به ما می دهد پاسخ او مطابق بت‌های ساکن در دلمان است هدف نهایی او از چنین کاری تصاحب دل ماست من که خداوندم به او که آمده است فراخور انبوه بت‌هایش پاسخ خواهم داد آری چنین خواهم کرد تا دلهای خاندان اسرائیل را که جملگی به سبب بطهایشان از من مرتد شده اند دوباره تسخیر کنم هزخیال چارده تا پنج ترجمه این این قسمت را به این شکل برگردانده است من این کار را می کنم تا دلهایشان را دوباره به تصرف خود درآورم. خداوند معیوسانه مایل است ما را به دل خود جذب کند یادتان باشد او به دنبال ماست او مشتاق ماست گرچه میل او این است که کسی منحرف نشود چرا که او استهزا نمی شود دل او مختص کسانی است که دل خود را کامل به او داده اند. به همین خاطر او به دنبال تسخیر دوباره دلهای ما از دام است که در کمین من نشسته تمعی که همان بودپرستی است وقتی پسر گم شده از پدر طلب ارث می کند همچون پسر نزد او می آید و نه همچون غریبه یا غلام بلکه به عنوان عضوی از خانواده مسلم است که این پسر دلی چون دل پدر ندارد و با انگیزه خودخواهانه هدایت می شود پدر با وجودی که میدانست پسرش دارایی او را در راه نادرستی خرج خواهد کرد خواستش را پذیرفت مبلغ بالایی به پسر داد و همانطور که میدانست پسر سختی فراوان کشید اما خبر خوش این است که پسر سرانجام به خود می آید و نزد پدر باز می گردد و در این اتحاد دوباره دل پدر را چنان شناخت که قبلا هرگز با آن آشنا نبود خدا امیدوار است هر فرزندی را که به دلیل نداشتن ترس مقدس گمراه شده سرانجام پس بگیرد اما متاسفانه بعضی مانند بلعام اصلاح ناپذیرند و با دل خدا ناآشنا ادامه زندگی بلعام را که میخوانید میبینید طمع خود را پی میگیرد و سرانجام با شمشیر داوری میشود در عهد جدید هم به این موضوع پرداخته شده است آنجا کسانی که ترس مقدس ندارند با فرزندان اسرائیل قائن و بلعام در یک زمره قرار میگیرند کسانی که در این فصل از آنها صحبت کردیم در یهودا پنج چنین هشداری را میخوانیم با آنکه شما یک بار از این همه آگاهی یافته اید میخواهم یادآور شوم که خداوند قوم خود را از سرزمین مصر رهانید اما زمان دیگر آنان را که ایمان نداشتند هلاک کرد سپس یهودا به آن گروه از ایمانداران عهد جدید که مدعی فیض خدا هستند ولی در طمع شهوت و ناعتاعتی زندگی می کنند می گوید وای زیرا که به راه قائن رفتند و در پی سود به گمراهی بلعام گرفتار آمده و در تغیان قوره حلاک گشتند اینان سخره های دریایی خطرناک در زیافت های محبت آمیز شمایند که بدون کمترین پروا در جشن شما به عیش و نوش می پردازند. شبانانی هستند که تنها خود را می پرورند یهودا یازده و دوازده دقت کنید که آنها در زیافت های محبت آمیز سخره ها هستند که این امروزه می تواند شامل جلسات کلیسایی ما نیز باشد هرگز نباید فراموش کنیم که عیسی به دنبال عروسی یا معشوقه صمیمی خواهد آمد که خود را دور از عیب و لکه و شهوات دنیا حفظ کرده است در حالی که یهودا می گوید این ایمانداران مدعی هستند و بدون کمترین پروا خود را می پرورند. آنها آرزوی برکت دارند ولی اغلب از خداوند دورند و ترس خدا در دلشان جایی ندارد فریب خورده اند و اگر با محبت و ترسی مقدس به سوی دل خدا بازگشت نکنند تنها در فریب پیشروی خواهند کرد هم هشدار بدهید و هم تعلیم نباید این نکته را از قلم بیاندازم نویسنده ای ابرانیان چنین می نویسد لکن ما از کسانی نیستیم که به عقب برمیگردند و هلاک می شوند بلکه از آنانیم که ایمان دارند و حیات می یابند ابرانیان ده سیونو. مطمئنم دلیل اینکه شما این کتاب را میخوانید و به دنبال جستجو در دل خدا هستید صرفا این نیست که با خدا صمیمانه گام زنید بلکه با تمام دلتان مشتاقید که او را در راستی و کردار خشنود کنید و هدفتان تنها در حد نیت و حرف نیست به همین خاطر به ما گفته شده پس ای عزیزان همان گونه که همیشه مطیع بوده اید نه تنها در حضور من بلکه اکنون بسی بیشتر حتی در قیابم نجات خود را ترسان و لرزان به عمل آورید زیرا خداست که با عمل نیرومند خود هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خوشنودش میسازد در شما پدید میآورد. آورد فیلیپیان دو دوازده تا سیزده کسانی که در ترس مقدس گام برمیدارند وقتی حضور خدا را حس می کنند از او اطاعت می کنند و همچنین وقتی حضورش را حس نمی کنند باز چنین رفتاری دارند آنها مطیعند حتی وقتی که به نظر خدا آنها را رها کرده است کسی که هرگز رها نخواهد کرد خداوند به کسانی نزدیک می شود که در ترسی مقدس گام بر دارند و آنها را تقویت می کند تا نه تنها به اراده او عمل کنند بلکه به دنبال خشنود کردن او نیز هستند او توصیه نکرده که نجاتمان را با محبت و شادی به عمل آوریم بلکه با ترس و لرز باز هم میگویم که ترس خداوند مهم است و در دل ما اطاعتی بی قید و شرط و همچنین عمل را ایجاد می کند گفته های من در این فصل به جهت هوشیاری است پولس می گوید برای آماده ساختن کامل هر ایماندار در مسیح باید به همان شکلی که تعلیم می دهیم تنبیه هم بکنیم کولسیان یک بیست در نگاه اول مثبت به نظر نمی آیند ولی در آخر وقتی به کار گرفته شوند سبب نجات زندگی شده و سمر به بار می آورند من از شنیدن حرف های خوشبینانه و شادمان لذت میبرم. ولی تصور می کنم بسیاری در روز داوری به روی خادمان نگاه می کنند و چنین فریاد می زنند. چرا نگفتید؟ چرا هشداری ندادید؟ اگر این واعظان پیغام های معمول و عاطفی داده باشند به خود می لرزند و با دستان آغشته به خون از صحنه خارج می شوند. من این مسئله را در جلسه توضیح دادم و بعد از جلسه شبانی عصبانی پیش من آمد و گفت چطور جرأت می کنید بگویید ممکن است خون کسی به گردن ما باشد این تعلیم عهد عتیق است و نه کتاب مقدسم را باز کردم و سخنان پولس را به او نشان دادم پس امروز با شما اتمام حجت می کنم که من از خون همه بری هستم زیرا در اعلام اراده کامل خدا به شما کوتاهی نکرده مراقب خود و تمامی گله که روح القدس شما را به نظارت بر آن گماشته است باشید و کلیسای خدا را که آن را به خون خود خریده است شبانی کنید اعمال 20 26 تا 28 هرگز تعجبی که هنگام خواندن سخنان پولس در چهره از شکل می گرفت را فراموش نخواهم کرد او سالها خدمت کرده بود و بارها این آیات را خوانده بود ولی برای نخستین بار در آن روز چشمانش به روی آن باز شد او صادقان عذرخواهی کرد و ما چند دقیقه بیشتر درباره اهمیت نیفتادن در دام تکبعدی شدن معزه ها صحبت کردیم گفتیم که نباید همیشه بر جنبه مثبت یا همیشه بر جنبه منفی تأکید کنیم بلکه باید در تعادل باشیم و به اندازه تعلیم هشدار هم بدهیم این زمانی است که عیسی درباره آن اختار داده یعنی هنگامی که بسیاری از جمله برگزیدگان ممکن است گرفتار فریب شوند او گفت فریب به شدت گسترش خواهد یافت باید به جایی که ایستاده بنگریم مبادا بیفتیم باید با دلی پر از ترس مقدس به اون نزدیک شویم وگرنه دل بیدقت دقت به دچار فریب می شود پدر پرمحبت ما طرف ماست و ملزومات زندگی الهی را به ما بخشیده است او به ما از طریق خداوندمان عیسی فیض بخشیده تا مطابق اراده او و در اطاعت زندگی کنیم و تنها به واسطه ترس مقدس اوست که می توانیم با او صمیمیت و همدمی مناسب داشته باشیم